سرخط خبرها، پیشبینی برفباری، باران و سیلاب در 17 ولایت کشور. طالبان دروازه رادیوی نسیم را در دایکندی بستند و 3 کارمندش را بازداشت کردند. خبرهای خوش و دلگرم کننده از گلدره کابل. مشروع خبرها، ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی تحت مدیریت طالبان از احتمال برفباری، بارندگی شدید، رعد و برق و سیلاب‌های آنی در 17 ولایت کشور خبر داده است. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی تحت مدیریت طالبان با نشر خبرنامه نوشته است که این احتمال به تاریخ 6 و 7 ماه روان در ولایت‌های بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، کابیسا، پروان، پنجشیر، بغلان، تخار، سمنگان، بامیان، ننگرهار، لوگر، کابل، میدانوردک، پکتیا و خوست وجود دارد. مقدار بارندگی در نقاط مختلف بین 10 تا 40 میلیمتر خواهد بود. این ریاست همچنان افزوده است که در ولایت‌های غربی، جنوبی، جنوب شرقی، جنوب غربی، شمال، شمال شرقی، شمال غربی و مرکزی به شمول سالنگ‌ها احتمال وقوع بادهای نسبتاً تند همواره با گرد خاک وجود دارد. سرعت این بادها در نقاط مختلف بین 20 تا 70 کیلومتر در ساعت پیش بینی شده است. این در حالی است که پیش از این نیز ریاست هواشناسی از احتمال وقوع بارندگی در شمار از ولایت‌ها هشدار داده بود. طالبان دروازه رادیوی نسیم را در دایکندی بستند و 3 کارمندش را بازداشت کردند. منابع محلی در دایکندی میگویند که استخبارات طالبان دروازه رادیوی نسیم را در این ولایت مسدود و 3 کارمند این رادیو را نیز بازداشت کرده است. منابع میگویند که استخبارات طالبان این رادیو را مسدود کردند و سلطان علی جوادی، مدیر مسئول، سیف الله رضایی و مشتبه قاسمی دو کارمند این رادیو را نیز در نخست لتکوب و سپس بازداشت کردند. به گفته منابع، تمام وسایل ارتباطی مانند تلفن و کامپیوترهای این رادیو نیز توسط استخبارات طالبان ضبط شده است. منابع می‌افزایند که رادیو نسیم تنها رسانه در دایکندی بود که پس از سقوط حکومت پیشین تا اکنون فعالیت داشت و شمار از کارمندان آن تحت تعقیب استخبارات طالبان قرار داشت و مجبور به ترک کشور شدند. این در حالی است که چند پیش نیز منابع محلی در دایکندی از ضبط شدن وسایل و تجهیزات رادیوی آفتاب و تلویزیون محلی سبزها توسط طالبان در دایکندی خبر داده بودند. سپاه آزادی در صفحه رسمی تویتر خود گزارش می‌دهد عملیات چریکی سپاهیان آزادی بالای یکی از مهمان‌های طالبان تروریست در شهرستان گلدره شهر کابل. در اثر یک عملیات چریکی سپاهیان آزادی در ولسوالی گلدره، ساید عربان شهر کابل، یکی از مهمان‌های خانه‌های گروه تروریستی طالبان متعلق به شخص به نام مولوی طلحه بدری مورد هدف قرار گرفت. نام برده یکی از سرگروه های قطعه بدری بر رهبری ملا یعقوب می باشد. بر اساس اطلاعات موثق منابع، طلحه بدری با تعداد از میمانانشان در هنگام اجرای عملیات در داخل میمانخانه به سر می بردند. سپاهیان آزادی پس از انجام عملیات موفقانه ساحه را ترک کردند. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نمی گویند. نشست فرمت مسکو چی سوده برای افغانستان خواهد داشت؟ ادامهش، هرچند بعد از سفر احمد مسعود به مسکو شماره از صاحب نظران گفتند که سیاست روسیه در برابر افغانستان تغییر کرده است، اما در حال حاضر این تحلیل درست نیست و هیچ نشانه ای از تغییر رویکرد روسیه در مورد طالبان دیده نمی شود. از یک طرف به این دلیل که طالبان به طور کامل بر جغرافیای سیاسی افغانستان مسلط هستند و کنترل این کشور را در دست دارند و از سوی دیگر جبهه مقاومت با مشکلات داخلی روبرو بوده و دستاوردهای نظامی چندانی ندارد. از نظر روسیه در شرایط کنونی افغانستان هیچ گونه بدیل و جایگزینی برای طالبان وجود ندارد، اما موضوع بسیار مهم دیگر نگرانی کشورهای آسیای میانه و روسیه از بابت فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان و افزایش قاچاق مواد مخدر است. این مسائل نیز حتما در نشست فرمت مسکو به بحث گرفته خواهد شد. این در حالی است که طالبان نگرانی کشورهای آسیای میانه را در مورد فعالیت گروه‌های تروریستی و افزایش قاچاق مواد مخدر به جا می‌دانند. از سوی دیگر مقام‌های ارشد امنیتی روسیه با اشاره به حمایت خارجی از گروه‌های تروریستی در افغانستان به ویژه داعش خراسان، آمریکا را متهم به این کار می‌کنند. به باور آنان آمریکا با حمایت از گروه داعش در افغانستان به دنبال بی‌ثبات کردن آسیای مرکزی، چین و روسیه است. با احتمال قوی در این زمینه نیز در نشست فرمت مسکو بحث در تبادل نظر صورت خواهد گرفت.
هنوز راه درازی در پیش است و باید گفتگوهای بیشتر صورت گیرد، چون طالبان به این سادگی دست از لجاجت نخواهند کشید و بدخواسته های کشورهای مبنی بر تشکیل دولت فراگیر و دیگر مطالبات آنها پاسخ مثبت نخواهند داد. سازمان ملل در هرات به ده ها کارگر در بدل کار پول نقد توزیع کرد. مقام های ملی طالبان در هرات میگویند که سازمان ملل متحد در این ولایت به ده ها کارگر در پروسه پول در مقابل کار مبلغ 7,842,750 افغانی پول نقد توزیع کرده است. ریاست احیا و انکشاف دهات طالبان در هرات با نشر خبرنامه گفته است که با کمک مالی دفتر مشاوره ای سازمان ملل متحد به دهات تن در ولسوالی های کوهسان و زندجان این ولایت زمینه کار فراهم شده و با آنان پول نقد توزیع شده است. با گفته این ریاست به 899 کارگر ماهر و غیر ماهر در ولسوالی کوهسان مبلغ 4,924,350 افغانی پول نقد توزیع شده است. ریاست انکشاف دهات طالبان همچنان اضافه کرده که به ده‌ها کارگر دیگر نیز در ولسوالی کوهسان مبلغ 9,098,050 افغانی پول نقد پرداخته شده است. این ریاست افزوده که به 275 کارگر ماهر و غیر ماهر در ولسوالی زندجان ولایت هرات مبلغ 2,085,050 افغانی پول توزیع شده است. طالبان در هرات خاطر نشان کردند که به کارگران ماهر در هر روز کاری مبلغ 750 افغانی و برای کارگران غیر ماهر 400 افغانی در هر روز کاری پرداخته شده است. گفته می شود که این افراد در بخش پاک کردن جوی ها، کانال ها، پلچک ها و پاکوری سرک ها کار می کردند. این در حالی است که پس از تسلط طالبان در کشور بیکاری افزایش یافته و در بس و موارد شمار از نهادهای بین المللی در بخش های به شهروندان زمینه کار را فراهم می کنند. یونیسف 15.8 میلیون کودک افغان نیازمند کمک‌های بشری هستند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید که 29.2 میلیون تن در این کشور به کمک‌های بشری نیاز دارند و از این میان 15.8 میلیون آنان کودکان هستند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان با نشر یک گزارش نوشته است که از جنوری تا آگوست سال روان میلادی بیش از 87,000 کودک زیر 5 سال به اسهال شدید در افغانستان مبتلا شدند. این نهاد افزوده است که از طریق امکانات بهداشتی سیار و ثابت درمان بیش از 60,000 کودک مبتلا به سوی تغذیه حاد شدید را افزایش داد. یونیسف تصریح کرده است که حداقل 875,000 کودک زیر 5 سال به درمان برای سوی تغذیه حاد شدید نیاز دارد. در گزارش این نهاد همچنان آمده است که زمینه آموزش را در سال جاری میلادی به بیش از 682,000 کودک که 60%شان را دختران تشکیل میدن در صنوف جوامع محلی در 32 ولایت فراهم کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد خاطرنشان کرده که تا ماه آگوست سال روان 52% بودجه که فراخوان داده بود تمویل شده است.